در این ویدیو ابزاری پیشرفته رو معرفی و بررسی می‌کنیم که بهتون کمک می‌کنه جهت و قدرت روندهای بازار رو با دقت بیشتری شناسایی کنید. این اندیکاتور با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی شرایط بازار رو به ساده‌ترین شکل ممکن بهتون نشون میده. چه تریدر مبتدی باشین یا حرفه‌ای، این اندیکاتور می‌تونه در شرایط مختلف بازار بهتون کمک کنه تا روندها رو شفاف‌تر و سریع‌تر شناسایی کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو با بنده همراه باشید. دوستان عزیز سلام، من علیرضا هستم و به کانال خودتون کانال گلدن تریدینگ سیستم خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه میتونم در خدمتتون باشم. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده میکنید یه ابزار پیشرفته یه تحلیل تکنیکال هست که با بهره گیری از رگرسیون خطی به معامله گران کمک میکنه تا روندهای بازار رو با دقت بیشتری شناسایی و شدت اون رو تحلیل کنن. به واسطه استفاده از رگرسیون خطی میتونیم دقیقاً درک کنیم که روند بازار چقدر قوی هست و آیا بازار در حال تغییر جهت هست یا همچنان روند فعلی ادامه خواهد داشت. به این ترتیب میتونیم تصمیمات بهتری در مورد نقاط ورود و خروج بگیریم. اصلی ترین جزء اندیکاتور این رگرسیون ها هستند که به صورت اعداد 0 تا 1 نمایش داده میشن. اگه این اعداد به رنگ آبی نمایش داده بشن نشون دهنده یه روند و مومنتوم صعودی هستند. این اعداد به رنگ قرمز نمایش داده بشن نشون دهنده یه روند و مومنتوم نزولی خواهد بود. گاهی اوقات هم به رنگ خاکستری نمایش داده میشن که تشخیصش با این اعداد یه مقدار سخت، جلوتر بهش میپردازیم. ولی در کل این اعداد نشون دهنده قدرت روند هم هستن. هنگامی که عدد 1 بالاتر از تمامی این اعداد قرار داشته باشه نشون دهنده روند صعودی پرقدرت هست. هنگامی که عدد 1 پایین تر از تمامی این اعداد قرار داشته باشه نشون دهنده روند نزولی پرقدرت خواهد بود. از طریق رنگ کندل ها هم دوستان میشه روند ها و مومنتوم بازار رو تشخیص داد. بدین صورت که رنگ کندل ها آبی باشه نشون دهنده روند و مومنتوم صعودی هست، رنگ کندل ها قرمز باشه نشون دهنده روند و مومنتوم نزولی خواهد بود. گاهی اوقات مثل این قسمت و یا این منطقه یا اگه یه مقداری چارت رو ببریم به سمت جلو، هنگامی که در یک روند خونسا قرار داشته باشیم رنگ کندل ها به رنگ خاکستری نمایش داده میشه که نشون دهنده روند و یه حالت تثبیت یا خونسا در بازار هست. کلیات اندیکاتور همونطور که خدمتتون عرض شد برای شناسایی روند هست، ولی اگه یادتون باشه خدمتتون عرض شد که با این اندیکاتور میتونیم متوجه بشیم که آیا بازار در حال تغییر هست یا اینکه روند فعلی ادامه داره. اگه دقت کنید تا زمانی که قیمت بالاتر از این رگرسیون ها قرار داشته روند صعودی پرقدرتی رو شاهد بودیم، ولی در این ناحیه یه حالت تثبیت رو داریم مشاهده میکنیم و برخی از رگرسیون ها بالاتر و برخی دیگه پایین تر از قیمت قرار داشتن. این نشون میده که قیمت وارد یه فاز تثبیت شده. ولی زمانی که قیمت به طور کامل پایین تر از این رگرسیون ها قرار داشتن، اون موقع دیگه این احتمال رو میتونیم بدیم که به زودی روند تغییر میکنه. ببینید دوستان، داریم از احتمالات صحبت میکنیم. چه زمانی به صورت قطعی میتونیم بگیم تغییر جهت روند رو داشتیم؟ زمانی که این رگرسیون ها یا رنگ کندل ها به رنگ قرمز نمایش داده بشه طبق تعاریف، اینجا دیگه مطمئن میشیم که روند برگشته. یا در این حرکت نزولی زمانی که قیمت به بالاتر از این رگرسیون ها رفته بعدش تغییر جهت روند رو شاهد بودیم. ولی اگه به این قسمت از چارت نگاه کنید، پس از اینکه قیمت به بالاتر از این رگرسیون ها رفته بعدش شاهد یه روند رنج و خونسا بودیم. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که از حالت قرارگیری رگرسیون ها هم میتونیم تا حدودی آینده بازار رو تعیین کنیم. اینکه روند پرقدرتی که داشتیم تموم شده، حالا یا قیمت وارد یه فاز تثبیت یا روند خونسا میشه، یا اینکه حالا تغییر جهت روند رو شاهد هستیم.
اندیکاتور دوستان قابلیت تنظیم آلرت هم داره، ولی یه مقدار خصوصی هست. یعنی اگه به طور مثال روند صعودی بود، میتونید تنظیم کنید که روند نزولی شد، اون موقع بهتون آلرت بده. یا اینکه روند نزولی بود، میتونید تنظیم کنید که روند صعودی یا روند خونسا تایید شدن بهتون آلرت بده. برای روند خونسا هم همین جوره، ولی به این مورد دقت داشته باشین که به فرض مثال اگه روند صعودی بود، اون موقع اگه آلرت تایید روند صعودی فعال باشه، در هر کندل اندیکاتور بهتون آلرت میده. در این جور مواقع یا باید ست کنید که روند برگشت بهتون آلرت بده، یا کلن آلرت رو خاموش کنید. در کل آلرت اندیکاتور اگه میخواین ازش استفاده کنید، باید توجه ویژه‌ای بهش داشته باشین که اذیتتون نکنه. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سربر ایندیکیتورز بشیم، در تب سرچ بار عبارت لینیر رگرشن اینتنسیتی رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط الگو آلفا طراحی شده. اندیکاتور دوستان حدوداً یک روز قبل از زمان ضبط ویدیو معرفی شده و در همین مدت زمان کوتاه حدود 350 نفر دارن از اندیکاتور استفاده میکنن که نشون دهنده قابلیت ها و پتانسیل بالای اندیکاتور هست. قبل از اینکه بخوایم به قسمت تنظیمات اندیکاتور بپردازیم، میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر میکنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگرم دوست دارین با جدیدترین ابزارها آشنا بشین و نحوه کار باهاشون رو یاد بگیرین، پیشنهاد میکنم کانال خودتون، کانال گلدن تریدینگ سیستم رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید بهتون اطلاع داده بشه. بسیار خوب، گزینه اول مربوط به پریود تجزیه و تحلیل شدت روند هست. مقادیر بالاتر تحلیل روند جامع‌تری رو ارائه میده. گزینه بعدی پریود آستانه برای تعیین قدرت روندی هست که توسط تغییر رنگ کندل ها انجام میشه. بالاترین عددی که میتونید قرار بدین عدد 100 هست، ولی اگه میخواین تا حدودی نزدیک به رگرسیون ها عمل کرد داشته باشه، بایستی این دو عدد رو یکی در نظر بگیرید. قسمت بعدی سورس رگرسیون خطی رو تعیین میکنید که بر روی کدوم یکی از این موارد باشه. در نهایت این گزینه پریود رگرسیون خطی رو تعیین میکنید. مقادیر بالاتر روند رو در بلند مدت بررسی میکنه، مقادیر پایینتر حساسیت اندیکاتور رو نسبت به نوسانات قیمت بالاتر میبره و رگرسیون ها رو در کوتاه مدت بررسی و تحلیل میکنه. در تب استایل هم دو گزینه قرار داده شده که اولی مربوط به نمایش یا عدم نمایش قدرت روند توسط کندل ها هست، گزینه بعدی هم مربوط به نمایش یا عدم نمایش رگرسیون های خطی هست. این گزینه ها دوستان با توجه به قابلیتی که از اندیکاتور انتظار دارین میخواین باهاش کار کنید، میتونید شخصی سازیش رو انجام بدین که باعث خلوت‌تر شدن چارتتون بشه. انشالله که برای تون مفید باشه. رو قله میبینمت دوست من.